خیلی از دوستان پرسیدن که میخوان تست کرونا بدن چه تستایی وجود داره کدوم تست بهتره چطوری تست میگیرن اگه بار اوله که اینجایی من دکتر شبیر هستم هر هفته ویدیوهایی میسازم که شاید بتونه طول عمرتو افزایش بده پس حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم کن خب بریم سر اصل مطلب دو نوع تست اصلی برای تشخیص اینکه شما گرفتار ویروس کرونا شدید یا نشدید وجود داره اولیش و بهترینش تست پی سی این همون تست اصلیه که مشخص میکنه شما کرونا دارید یا ندارید. حالا اینکه این تست چگونه هست رو براتون سریع توضیح میدم. در این تست ما دنبال ویروس در داخل بینی افراد میگردیم. پس یه سواب بر میداریم و تا انتهای بینی تا جایی که ممکنه به داخل میبریم. دلیلش اینه که اکثرا ویروس ها اونجا دور هم جمع میشن. در اون انتها. و میخوایم مطمئن بشیم که نمونه خوبی گرفتیم خیلیا مریض بودن و جواب تستشون نگاتیو اومده این به این علتی که فردی که از شما نمونه گرفته ناشی بوده کووید 19 داخلش آرنه ای داره فرقش با دی ای در اینه که آرنه ای ها تکرشته ای هستن و این تکرشته توسط یک بشای چرب و مرتوب محاصره شده آرنه ای این ویروسه که حاوی مواد ژنتیک. پس ما در این تست میخوایم این آرنه رو استخراجش کنیم و وقتی استخراجش کردیم این RNA رو به DNA ای تبدیل میکنیم که به این پروسه رونوشت نوشت بردار معکوس میگن بعدا راجع به این پروسه یه ویدیو اختصاصی دارم پس اگر سابسکرایب نکردی الان سابسکرایب کن که از دستش ندی خب حالا که آر رو به دی تبدیل کردیم اگر ویروس اونجا باشه در فرم دی خواهد بود نه آر حالا که فرمش رو به دی تغییر دادیم میذاریمش داخل پولیمریز چین ریاکشن که فارسیش میشه واکنش زنجیرهای پلیمراز. در اونجا میگردیم دنبال پرایمرز این پرایمرز ها قطعه های کوتاه و کوچک دی ای هستند و اگه دی ویروسی رو گیر بیارن میچسبن بهش بعدش یه واکنش شیمیایی انجام میدن که ما با استفاده از اون میتونیم ویروس رو کپی کنیم خب حالا اگر اینایی که گفتم پیچیده بود بذار برات ساده بگم اتفاقی که میفته اینه که ما کلی از ویروس کرونا کپی میگیریم تا میلیارد ها ویروس به دست بیاریم بعد نگاه میکنیم ببینیم آیا نمونه که از مریض گرفتیم چیزی شبیه به کووید 19 هست یا نیست و این تست عالی و دقیقه و هر کی گفته دقیق نیست همین الان این ویدیو رو براش بفرست چرا میگم دقیقه چون تست مخصوص و حساسیه که حتی میتونه یه ذره کوچک ویروس رو هم تشخیص بده پس وقتی جواب اشتباه میاد نندازید تقصیر این تست بنداز تقصیر کسی که ازتون تست رو گرفته اون بنده خدا هم حتما نمیخواسته دردتون رو ببینه و سواب رو تا حد ممکن به پشت بینیتون داخل نکرده. ولی اگر تست پی مثبت شد بدونید که این مثبت واقعیه چرا که ویروس حتما در نمونه دیده شده. مگر اینکه صاحب آزمایشگاه با تون خصومت شخصی داشته باشه. حالا تنها مشکل این تست چیه؟ تنها مشکل این تست زمانه. چیزی حدود 20 دقیقه تا چند ساعت طول میکشه تا ما رو به جواب قطعی برسونه. خب حالا که همه چیز رو راجع به تست پی سی آر میدونی بریم سراغ تست بعدی یعنی سرولوژی تست. البته خیلی هم بهش تست آنتیبادی میگن. همونطور که میدونید آنتیبادی ها در خون ما هستن. پس همکاران من از نوک انگشتتون خون میگیرن و دنبال وجود آنتیبادی در خون میگردن. برای اونایی که الان این سوال رو دارن که اصلا آنتیبادی چی هست؟ آنتیبادی پروتین های کوچکی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن ساخته میشن. اینا به ویروس حمله میکنن و نابودش میکنن. و برای ماها و حتی سالها در بدن باقی میمونن. پس اگر آنتیبادی مخصوص برای مبارزه با کووید 19 در خونت باشه به این معنیه که تو قبلا کرونا داشتی و الان در مقابلش ایمنی. انجام این تست خیلی سریعه. میشه در چند ثانیه جواب تست رو به دست آورد. اما مشکل این تست چیه؟ مشکل این تست اینه که دستگاه های تشخیصی که الان در بازار موجوده زیاد دقیق نیستن و امکان اشتباه در اونها فراوونه. به جز پی سی آر و تست آنتیبادی از چست هم میشه استفاده کرد. اسکن قفسه سینه هم زخم به وجود اومده در ریه رو که توسط ویروس کرونا ایجاد شدن به خوبی نشون میده. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. من ویدیوهای دیگه ای دارم که میتونی ازشون لذت ببری. پس دکمه سابسکرایب رو لمس کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن.